سرخط خبرها. اعدام مدیر و مؤسس آمد نیوز. پدر روح الله زم میگوید پسرش تا شب اعدام از تایید حکم خبر نداشت. دومین حمله راکتی به پایتخت افغانستان در کمتر از یک ماه. پروازهای فرودگاه بین المللی کابل چند ساعت به حالت تعلیق درآمد. شکست دوباره تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا برای تغییر نتایج انتخابات در 4 ایالت. دادگاه عالی آخرین امیدهای ترامپ را هم به باد داد. و مرغ و گوشت تولید شده در آزمایشگاه سر سفره سنگاپوری‌ها. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. خبرگزاری های ایران گزارش کردند که روح الله زم، یکی از روزنامه نگاران مخالف حکومت ایران، امروز در تهران اعدام شد. آقای زم مؤسس وبسایت و یکی از مدیران کانال تلگرامی آمد نیوز بود. او که به فرانسه پناه برده بود، 14 ماه پیش در سفری به عراق ماموران اطلاعات سپاه در شرایطی که هنوز روشن نیست به دست نیروهای امنیتی افتاد. آقای زم از جمله به جاسوسی برای آمریکا و عربستان و به راه انداختن نارامی های 2 سال پیش در ایران متهم بود. اتهام هایی که او آن را رد کرده بود. فرانسه و سازمان های حقوق بشری حکم اعدام او را محکوم کرده بودند. کسرا ناجی گزارش می دهد. این خودش تلفن منو از طریق شمس گرفت. ماشین اعدام حکومت اسلامی ایران امروز هم قربانی دیگری گرفت. این بار روح الله زم، یکی از مخالفان حکومت، کسی که دستش به خون کسی آغشته نبود. فردی یا گروهی در خارج از کشور طی بیانیه بعد از 6 جلسه محاکمه پشت درهای بسته در دادگاه انقلاب در مقابل قاضی ابوالقاسم صلواتی که بیش از 100 حکم اعدام را در کارنامه خود دارد. این فیلمی از گوشه هایی از محاکمه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده، فیلمی تقطیع شده و تدوین شده در دادگاهی که متهم حق انتخاب وکیلش را هم نداشت. حکم اعدام او همین چند روز پیش به تایید دیوان عالی رسید. دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. این محمد علی زم، روحانی و پدر روح الله که آخرین کسی است که دیروز او را در زندان دید، با سایر اعضای خانواده‌اش دیداری به دعوت سازمان اطلاعات سپاه. در این دیدار پدر آقای زم میگوید پسرش از تایید حکم اعدامش خبر نداشت و افراد سپاه به او هشدار داده بودند که خبر اعدام قریب الوقوع پسرش را به او ندهد. دیر فهمیده بود که سرانجامش چنین است. روح الله زم 14 ماه پیش به دست نیروهای امنیتی ایران افتاد در عراق، در روندی که جزئیات آن هنوز روشن نیست. هنگامی که او از کشور محل پناهندگیش فرانسه به عراق و کربلا سفر کرده بود. دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه. آقای زم از جمله متهم شده که اعتراض‌های سراسری و گسترده دیماه 2 سال پیش را به عهده داشته که حکومت آن را اغتشاشات توصیف می‌کند. اغتشاشات شما میگین؟ اغتشاشات ما میگیم اعتراضات. این گفته ای او در این مصاحبه تلویزیونی، حتی در حالی که در بازداشت بود و نمیتوانست آزادانه صحبت کند، مصاحبه ای برخلاف همه موازین حقوقی و قضایی. با من صد عکس بندازم، چه برسه به اینکه برم بشینم باش حرف بزنم 2 ساعت. همین دیروز بود که تلویزیون ایران فیلم دیگری بر اساس اعتراف های آقای زم پخش کرد برای تخته او و مخالفان حکومت و دیگران. فیلمی که به گفته پدرش به او قول داده بودند از تلویزیون پخش نکنند. اعتراف های اجباری اساس حکم اعدام. کسرا ناجی، بی بی سی. مهدی گلرو، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر از سندیکن سوئد با ما هستند. خانم گلرو، چه فکر میکنید در مورد سرنوشتی که روح الله زم باند دچار شد؟ متاسفانه اعدام آقای زم یک بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی به دنبال محاربه یا ریخته شدن
خون کسی حکم اعدام رو اجرا نمیکنه، بلکه این حکم حکمیه که هر لحظه که احساس بکنه نیاز هستش برای اینکه صداش بلندتر شنیده بشه، چه در داخل ایران و چه در جهان، از این حکم استفاده میکنه که یک حکم بدون بازگشت هستش و بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی باش مخالف هستن. ولی در مورد آقای زن به نظر میرسه که اتفاقی که برای آقای فخری افتاد در چند هفته اخیر بی تاثیر نبوده، به خاطر اینکه همونجوری که الان هم توی گزارش گفتید مرتب تاکید میشد که زن در یک عملیات پیچیده بازداشت شده. در طی یکی دو هفته اخیر بارها سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت که چطور یک همچین تروری در تهران و در بیخ گوش پایتخت اتفاق میفته، و به نظر میرسه که دوباره برز کردن زن و دوباره در مورد پروژه پیچیده و عملیات پیچیده بازداشت زن حرف زدن میتونست جمهوری اسلامی رو از زیر بار این فشار در بیاره، در صورتی که همونجوری که تو گزارش اعلام شد تمام مراحل دادرسی آقای زن به دور از موازین حقوق بشر بوده، بارها اعتراف اجباری از ایشون گرفته شده، اعترافات تلویزیونی از ایشون پخش شده و بسیاری از اوقات فیلم هایی که از ایشون گرفته شده بدون اطلاع ایشون پخش شده از تلویزیون. در کنار این ایشون اصلا نمیدونستن که آخرین ملاقاتشون هستش و میتونن از خانوادهشون خدافظی بکنن. مثل همیشه به نظر میاد که یک حکم دیگه که نقض حقوق بشر در ایران اجرا شده و در مسیر اون هم دادرسی عادلانه اتفاق نیفتاد. آقای زم پناهنده شده بود به کشور دیگری و رو بوده شد و به ایران برده شد، چقدر فکر میکنید در زمینه حکمی که برای او صادر شد و اتفاقاتی که برای او افتاد فعالان حقوق بشر به اندازه کافی فعالیت کردند؟ متاسفانه انقدر اتفاقای بد مرتب میفته و انقدر افرادی هستن یا زیر حکم اعدام هستن یا بازداشت میشن و مرتب این اخبار بد در ایران تکرار میشه که خب فعالین تلاش میکنن در مورد همش حرف بزنن. اما من فکر میکنم یک نکته وجود داره در تمام این 42 سال در مورد تمام کسانی که مخالف بودن یا منتقد بودن نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی، اون همین هستش که حقوق بشر رو به صورت یک کل در نظر نمیگیرن. در مورد مخالفتشون با اعدام یا سیستم ناعادلانه دادرسی در ایران گاهی اما اگر میارن. اگر که ما بپذیریم که سیستم قضایی در ایران به طور کامل ناعادلانه است و دادرسی عادلانه اتفاق نمیفته، همونجور که آقای زن مثلا وکیل اختیاری نداشتن و نمیتونستن به راحتی وکیل انتخاب بکنن، دیگه نمیتونیم اما اگر بیاریم که حکم در مورد چه کسی میتونسته عادلانه باشه یا نباشه، یا در مورد اعدام اگر که مخالف باشیم دیگه نمیتونیم اما اگر بیاریم. اما به نظر میرسه به خاطر اختلافاتی که از قبل آقای زن با یک سری از فعالین سیاسی داشته یا موضع‌گیری هایی که با بسیاری از اون فعالین متفاوت بوده باعث شده اونها در شکل گیری حمایت گسترده‌تر نسبت به آقای زن تاثیر بذاره، و متاسفانه با وجود اینکه باید یک حلقه وصلی بین تمام مخالفین جمهوری اسلامی باشه مسئله نقض حقوق بشر و دادرسی عادلانه، باز هم سلیقه‌ای برخورد شده. با توجه به تکرار چنین اتفاقاتی چقدر نگرانی ممکنه وجود داشته باشه برای مخصوصا کسانی که در رسانه‌ها در خارج از کشور فعالیت می‌کنند؟ بله خب به هر حال دیروز هم خبری مبنی بر اینکه یکی از کسانی که صاحب کانال تلگرام بوده در ترکیه براش اتفاقی افتاده منتشر شد، امروز هم که حکم اعدام آقای زم منتشر میشه. به نظر میاد که مسئله رسانه بسیار اهمیت پیدا کرده برای جمهوری اسلامی، تا جایی که به کشتن، قتل و اعدام کسانی که صاحبین رسانه هستن دست میزنه، و این نشون دهنده موقعیت مستاصل و ضعف جمهوری اسلامی در برابر رسانه هاست. با وجود فیلترینگی که میکنه، مرتب در حال اعمال فیلتر هست، رسانه های اصلی در کشور در دست خودش هستش و حتی رسانه های ماهواره‌ای هم با پارازیت مواجه هستن، اما با این وجود به نظرش کانال های تلگرامی، اینستاگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه میتونه با نشون دادن واقعیت جای خالی رسانه های آزاد رو در جمهوری اسلامی پر بکنه، و قطعا گفتن واقعیت به نفع جمهوری اسلامی نیست. مهدی گلرو، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر از سوئد، متشکرم از شما. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دولت این کشور هنوز درباره پرداخت غرامت برای هواپیمای سرنگون شده اوکراین به تصمیم مشخصی نرسیده. محمد باقر نوبخت همچنین گفته انتشار خبر پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملی ناشی از به گفته او گمانه زنی بوده. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود یک سال پیش در آسمان تهران هدف دو مشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند.
رئیس جمهوری ایران میگوید در حال حاضر تنها 12 شهر این کشور در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی از احتمال اوج گرفتن دوباره کرونا بعد از مراسم شب یلدا ابراز نگرانی کردند. همزمان وزارت بهداشت ایران گفته در شبانه روز گذشته 221 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 8000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. در افغانستان صبح امروز بر اثر اصابت دست کم 10 راکت به شهر کابل یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. وزارت داخله گفته این راکت ها از یک خودرو در شمال شهر کابل شلیک شدند و در نقاط مختلف پایتخت فرود آمدند. این دومین حمله راکتی به کابل در کمتر از یک ماه گذشته است. گزارش شده بر اثر این حمله فعالیت های فرودگاه کابل چند ساعت به حال تعلیق در آمده بود. ساعتی پیش از همکارم نسرین نبا در کابل درباره جزئیات این حمله پرسیدم. دقیقاً امروز صبح تقریباً ساعت 6:30 صبح بود و خیلی ها با صدای بلند راکت در قسمتی از شهر بلند شدن. همونطور که گفتین از منطقه از سمت شمال کابل این راکت ها شلیک شده بود و گفته شده که فقط 3 راکت نزدیکی فرودگاه اصابت کرد. وزارت داخله اینطور گفته و باقی راکت ها در منطقه خواجه‌رباش و حوضه نهم کابل اصابت کرده. ولی خب یکی از مسئولین امنیتی یکی از شرکت های هوایی گفته که 2 تا از این راکت ها به داخل فرودگاه هم خورده و حتی قسمت های خوردی از این راکت ها به یکی از هواپیماها هم اصابت کرد و به این باعث شده بود که پرواز ها به حالت تعلیق در بیاید و حتی نشست برخی از هواپیماهایی که به سمت کابل می آمدن به حالت تعلیق رفته بود. بعضی از هواپیمان مسیرشان را به سمت شهر مزار تغییر داده بودند. در این حمله راکتی هنوز کسی مسئولیتی نگرفته، ولی خب این اولین بار نیست. همین کمتر از یک ماه قبل اوایل همین ماه بود که دست کم 23 راکت به نقاط مختلف شهر کابل شلیک شد و تلفات زیادی به جا گذاشت. حداقل 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی. و همینطور در مراسم استقلال هم چند ماه قبل وقتی که آقای غنی سخنرانی میکرد و اکلیر گل میگذاش کنار منار استقلال، راکت به اطراف این مراسم شلیک شد. چیز بی سابقه ای نیست، ولی کمتر پیش میاد که کسی مسئولیت چنین حملاتی رو به عهده بگیره. نسرین نوا بود در کابل. 40 روز پس از حمله مرگبار به دانشگاه کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید برای تامین امنیت این دانشگاه طرحی تازه را به اجرا گذاشته. این حمله سبب شد که بعضی از دانشگاه‌های خصوصی هم به خاطر تهدیدهای احتمالی مدتی بسته شوند. عده‌ای از دانشجویانی که در زمان حمله داعش در دانشگاه حضور داشتند میگویند هنوز نتوانستند با ضربه روحی آن کنار بیایند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. 40 روز پیش دو مهاجم مسلح وارد دانشگاه کابل شدند و ساعتها وحشت بی‌پیشینه‌ای را در بزرگترین مرکز علمی افغانستان براه انداختند. یعنی بر چند ثانیه ما کاملا شوکه شدم، باور نمی‌توانستم. سجاد و ذکریه آن روز در یک کلاس با هم بودند، یکی از نزدیکترین کلاس ها به حمله کنندگان. هرگز فکر نمی‌کردند روزی پای حمله کنندگان به دانشگاه کابل برسد، تصوری که خلافش ثابت شد. زمانی که حمله تروریستی صورت می‌گرفت ما اینجا نشسته بودم. به دانشجویان دانشگاه کابل هیچگاه گفته نشده بود که اگر حمله شد چه کنند. در یک کشور جنگ زده برای چنین مواقعی تا چه اندازه آمادگی داشتین شما؟ در اون لحظه همه ما فوق‌العاده وحشت زده شده بودیم و اصلا هیچ گونه آموزشی در قبالی که چنین موارد اتفاق بیفته ندیده بودیم و خیلی زیاد آنقدر ما دست و پاچه و ورخطا شده بودیم که اصلا نمیدانستیم در این صنف ما 4 کلکین وجود داره. ما از 2 کلکین استفاده کردیم و جانهای خود نجات دادیم. و سکر شما تا چه اندازه اصلا آمادگی نداشتیم و به قدر وحشت زده شده بودیم که نمیفهمیم چی کنیم و اصلا به ذهن ما خطور نمیکرد که اینجا 4 دانه پنجره وجود داره که ما میتونیم فرار کنیم و از همین خاطر بسیار ترسیده بودیم. ما اصلا فکر نمیکردیم. 40 روز پیش در اینجا اولین کاری که دانشجویان کرده بودند فریاد زدن و جیغ کشیدن بود از سر ترس و وحشت.
هیچ راه اضطراری وجود نداشته. دانشجوها هم از قبل هیچ آموزشی ندیده بودند که در چنین مواقعی چه کار کنند. ترس و نگرانی هم افزایش پیدا کرده. در نتیجه دست کم 40 دانشجو خود را از طبقه دوم به زمین پرتاب کردند. حالا به احتمال خیلی زیاد او دانشجو هر بار که به این ساختمان و به این پنجره نگاه میکنند یاد او روز میفتند که چه اتفاق دردناک و تلخی رخ داد. حکومت افغانستان بلافاصله خرابی‌های حمله را تعمیر کرده. روحیه دانشجویان اما به مدت‌ها زمان نیاز دارد که با ضربه آن روز کنار بیاید. روزی که نمی‌دانستند چه کنند. وقتی که من از پنجره خود پایین انداختم، یکی از دانشجوهایی که میخواست از طبقه دوم خود به خاطر نجات پایین بندازه، تصادفاً بدون از اینکه ببینه آیا بروی زمین کسی است یا نیست، خود پایین پرد کرد و سبب شد که بالای من بفته و دستم بشکنه. پس از این حمله، وزارت تحصیلات عالی طرحی را روی دست گرفته که تأمین امنیت دانشگاه در مرکز آن است. مشخص نیست این طرح تا چه اندازه از تکرار چنین حمله جلوگیری میکند. خوشبختانه طرح را که وزارت تحصیلات عالی در قسمت چگونگی تامین امنیت دانشگاه ها ریخته است، یک طرح جامع و سودمند خواهد بود که نقش کلیدی را در راستای امنیت هرچی بیشتر و مسئول ساختن هرچی بیشتر دانشگاه ها در افغانستان با همکاری نیروهای امنیتی در افغانستان به میان خواهد آورد. در این حمله دست کم 19 دانشجوی جوان کشته شدند و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. دریای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره، چشمای گریو. داغ آن حمله تا اندازه متفاوت تر از رویدادهای گذشته بود و سالها در یاد دانشجویان باقی خواهد ماند. واکنش‌های نسبتاً گسترده‌ای در سطح جهان به همراه داشت، به ویژه در ایران. همسایه خود را شریک غم همسایه دانست و از غم پدری خواند که جانش را گرفته بودند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. روح‌الاعظم از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت ایران و مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز صبح امروز در تهران اعدام شد. اصابت دست کم 10 راکت به کابل، پایتخت افغانستان جان یک نفر را گرفت و پروازهای فرودگاه بین‌المللی این شهر را چند ساعت به حال تعلیق درآورد. در ادامه برنامه، مرغ و گوشت‌های تولید شده در آزمایشگاه سر سفره سنگاپوری‌ها. در شکستی بزرگ برای دونالد ترامپ، دیوان عالی آمریکا بالاترین مرجع قضایی این کشور شکایت متحدان او درباره نتایج انتخابات در 4 ایالت کلیدی را رد کرد. این شکایت را دادستان ایالت تگزاس با حمایت آقای ترامپ و بیش از 120 نماینده جمهوری خواه مطرح کرده بود و هدفش ابطال نتیجه آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و جورجیا بود. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در این 4 ایالت پیروز شده. همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. استدلال دیوان عالی چیه کامبیز؟ خب دیوان عالی در این حکم بسیار کوتاهش استدلالش این هست که در عمل تگزاس هیچ گونه در واقع ذینفع نیست و ارتباطی در عمل به تگزاس نداره که ایالت‌های دیگر چطور رأی‌گیری‌ها رو برگزار کردن و برگزار می‌کنند و این رو به کل رد کرده که این ایالت و طرفین و متحدان آقای ترامپ در ایالت‌های دیگر میتونن در عمل اظهار نظر بکنن یا اینکه بخوان شکایت بکنن از اینکه در ایالات دیگر مقامات ایالتی از طریق قانونی رأی‌گیری‌ها رو چطور برگزار کردن و خیلی میشه گفت خیلی سریع و صریح این شکایت رو رد کردن. این البته بسیار مهم است، چرا که این دیوان یک دیوان محافظه‌کار در کنترل جمهوری خواهان هست. 3 نفر از 9 نفر قاضی این دیوان رو خود آقای ترامپ منصوب کرده و همین افراد اومدن و به کل شکایت که تگزاس و جمهوری خواهان به نمایندگی از آقای ترامپ مطرح کردن رو اینها به کل ردش کردن. واکنش ها به این حکم چی بوده؟
خب واکنش آقای بایدن و ستاد آقای بایدن این هست که تعجب نمی‌کنن چرا که در تمام دادگاه‌ها این شکایت‌های مشابه رد شده بود و حالا دیوان عالی هم این شکایت رو رد کرد، استقبال کردن. اما آقای ترامپ به نظر نمیاد چندان خوشحال باشه، میگه که یک شرم‌آوری و مایه آبروریزی آمریکا هست. خودش رو در توییتر برنده انتخابات اعلام کرده و در توییتی تازه هم گفته که مبارزه او و مبارزات او تازه شروع شده. بنابراین این رأی رو به نظر میاد که قبول نداره، البته چاره‌ای هم نداره. ولی برخی از رسانه‌ها البته در آمریکا دارن میگن که یکی از گزینه‌های دیگر آقای ترامپ برای ادامه گفتی او این مبارزه این هست که یک بازرس ویژه‌ای رو منصوب بکنه و تا اتهام به گفتی او تقلب گسترده در انتخابات آمریکا رو در موردش تحقیقات بکنن. البته شاید مشکل آقای ترامپ این باشه که وزیر دادگستری او یعنی دادستان کل فدرال هم در گذشته گفته که اتهام هیچ گونه مدرکی دلالت بر تقلب گسترده در ایالت‌ها به نفع آقای بایدن وجود نداره. متشکرم از تو کامبیز فتاحی در واشنگتن. اجلاس سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی دقایقی پیش آغاز شد. اینها تصاویری است از این اجلاس در اینجا در لندن در بریتانیا. این اجلاس به میزبانی بریتانیا، فرانسه و سازمان ملل در حال برگزاری است با حضور رهبران 70 کشور جهان. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از کشورهای مختلف خواسته در مورد تغییرات اقلیمی موقعیت اضطراری اعلام کنند در کشورهاشون. گفته که 38 کشور در جهان این کار رو در شرایط فوق‌العاده اضطراری اعلام کردن، ولی از کشورهای دیگری خواسته که این کار رو بکنند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تزریق واکسن کرونا در این کشور طی 24 ساعت آینده شروع می شود. دونالد ترامپ گفته این واکسن برای همه آمریکایی ها رایگان خواهد بود. سازمان دارو و غذای آمریکا دیروز واکسن شرکت فایزر بیوانتک را تایید کرد. آقای ترامپ گفته ساخت یک واکسن آمریکایی مطمئن و مؤثر برای مقابله با کرونا آن هم در 9 ماه بزرگترین دستاورد تاریخ بوده. کانادا محدودیت‌های رفت و آمد در مرز با آمریکا را 30 روز تمدید کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته برای مسئول نگه داشتن کانادایی‌ها محدودیت بر سفرهای غیر ضروری میان دو کشور تا روز 21 ژانویه کمتر از 6 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز 20 ماه ژانویه کارش را آغاز کند. در آمریکا یک زندانی متهم به قتل در یک زندان فدرال اعدام شد. این دومین اجرای حکم اعدام در این زندان در 2 روز گذشته است. آلفرد اورجیوس به جرم قتل دختر 2 سالش در سال 2002 به اعدام محکوم شده بود. او دهمین زندانی است که از زمان دستور دونالد ترامپ برای اجرای دوباره احکام اعدام فدرال در تابستان گذشته اعدام می شود. در حالی که تنها 1 روز به پایان مهلت برای رسیدن به توافق تجاری برکسیت باقی مانده، نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان در بروکسل سرگرم مذاکره هستند. هر دو طرف گفتند احتمالاً این گفتگوها بدون رسیدن به توافق تمام خواهد شد. بریتانیا از آمادگی نیروی دریایی سلطنتی برای حفاظت از آب‌های ماهیگیری این کشور در صورت عدم توافق دو طرف خبر داده. شرکت آمریکایی ایت جاست به تازگی برای فروش گوشت و مرغ تولید این شرکت در سنگاپور مجوز دریافت کرده، ولی محصولات این شرکت از مزرعه یا مرغداری نیامدند و در آزمایشگاه تولید شدند. این اولین باری است که یک دولت مجوز استفاده از گوشت آزمایشگاهی را صادر می‌کند. طرفداران این محصولات میگن به این ترتیب میشه رژیم غذایی فعلی را بدون کشتن حیوانات ادامه داد. سارا تامس گزارش می‌دهد. این مرغ هیچ وقت نه پر داشته نه پا. در آینده آزمایشگاه هایی که از سلول های بنیادی حیوانات گوشت تولید می کنند جایگزین کشتارگاه ها خواهند شد. شرکت تازه تأسیس ایت جاست که مدعی تولید اولین مرغ آزمایشگاهی در دنیا است تاییدیه گرفته تا محصولاتش را به رستوران های سنگاپور بفرستد. ما راهی پیدا کردیم تا بدون کشتن حیوانات و تخریب جنگل‌ها و بدون استفاده از زمین و تولید کربن و خطر غذای فاسد گوشت بفروشیم. سلول‌ها در محیطی گرم نگهداری و تغذیه می‌شوند و بعد از 4 تا 6 هفته گوشت تولید می‌شود.
ویلیام چن مشاور دولت سنگاپور میگوید از آنجا که کشور کوچکش تقریبا تمام مواد غذایی را وارد میکند، نگرانی هایی در مورد تامین مواد غذایی باعث شده تا آنها به جایگزین هایی برای گوشت روی بیاورند. واردات غذا بالا و پایین میشن، پس مهمه که غذای تولید بومی داشته باشیم. هدف ما اینه که غذای تولید شده بومی در دسترس مصرف کننده ها باشه. ایت جاست تنها شرکتی نیست که ام را بر سر سفره ها آورده. شاپ میتس یک شرکت جدید سنگاپوری است که میگوی آزمایشگاهی تولید کرده، ولی وقتی یک پیراشکی میگو 300 دلار تمام می شود با جیب خیلی ها جور در نمی آید. بعضی ها همیشه میان از قصابی گوشتشون رو می خرن، ولی اشتهای مردم برای گوشت های جایگزین به خاطر سلامت، حمایت از حیوانات و حفاظت از محیط زیست داره بالا میره. بانک بارکلیز پیش بینی کرده که تا پایان این دهه بازار گوشت های آزمایشگاهی بیشتر از 140 میلیارد دلار گردش داشته باشد. ولی نظر مردم سنگاپور در مورد خوردن مرغ آزمایشگاهی چیه؟ اگه تقاضا براش هست، من هیچ دلیلی نمیبینم که مردم نخورن. من یه ذره از عوارض جانبیش میترسم. حتما امتحان میکنم، ولی چون شکمو هستم طعمش برام مهمه. مصرف مرغ آزمایشگاهی در سنگاپور تازه شروع شده است. برگر آزمایشگاهی هم احتمالاً در راه است. شرکت ایجاس میگوید سال آینده گوشت آزمایشگاهی خواهد ساخت و به نظر میآید جهان به مرحله تازه‌ای در تولید غذا رسیده. و تصاویر زنده ای داریم از اجلاس سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی که امسال مثل خیلی از اجلاس های دیگه متفاوت برگزار شده. این تصاویر که میبینید زینب بداوی یکی از مجریان بی بی سی هست که از گردانندگان این اجلاس هست. رهبران مختلف از کشورهای مختلف به صورت آنلاین در این اجلاس که توسط بریتانیا، فرانسه و سازمان ملل میزبانی میشه شرکت میکنند و خیلی از این رهبران پیام‌های خودشون رو از قبل ثبت کردن و به این اجلاس فرستادن و یا ایده هم به صورت زنده به اون وصل میشن. مقام های سازمان ملل به صراحت گفتن کشورهایی که برای نجات کره زمین از خطر گرمایش، آلودگی و تغییر اقلیم نمیخوان تعهدات بیشتری قبول کنن، بهتره که به این اجلاس نیان. در این حال انتظار میره که در این اجلاس نمایندگان 77 کشور جهان شرکت کنند. در حال حاضر یکی از نماینده کشور مارشال از رهبران جزایر مارشال در حال صحبت هست. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.